فصل اول یاتاقان های قلتشی ابتدا به بولبرینگ و کاربرد آن میپردازیم ببینید بولبرینگ وسیله هستش که نوعی در واقع یاتاقان هستش که به صورت توپی خواهد بود و به صورت چرخشی هم ممکنه داشته باشه کجاها استفاده میشه میگیم در هر وسیله‌ای که میچرخد این بول ها استفاده میشه حالا برای چه کاربردی هستش کاربردی که ایجاد میکنه اینه که از ایجاد استکاک و سایش جلوگیری میکنه پس این کاربرد رو بولبرینگ ها داره پس نوع نوعی یاتاقان توپیه در هر وسیله که میچرخد استفاده میشه از ایجاد استحکاک و سایش هم جلوگیری میکنه این مثل میشه تعریف یک بولبره یا یاتاقان قلتشی یا توپی و کاربردی که داره یک یاتاقان قلتشی رو به این صورت میتونیم ما نمایش بدیم اجزای مختلف و نامگذاریی که داره به این صورت هستش اینجا مثلا ارزش هستش اینجا قطر داخلی هستش اینجا قطر خارجی هستش این قسمت قطر سوراخی که داره اینجا حلقه داخلی حلقه خارجی شعاع گوشه پله هایی که ما داریم و این همون شعاع گوشه هست اینجا قسمت اینجا هم که داره و ساچمه و حلقه داخلی اینجا هستش و جداساز یا به اصطلاح پنجره هم اینجا ما میتونیم قرار بدیم و اینجا هم ساچمه و حلقه خارجی هستش پس این انواع قسمت های مختلفی هستش که در یک بولبرین کاربرد داره حالا به عنوان نامگذاری بولبرین رو ما میشناسی مثلا اگر در خودرو ما حس کنیم که رینگمون داره سایش پیدا میکنه اینجا اتفاقی که افتاده ما از بولبرینگ استفاده کردیم که یا خورد شده یا بولبرینگ مناسبی نیستش و باعث ما بیایم بولبرینگ دیگه استفاده کنیم صدای کن. حالتی که راننده متوجه میشه که این بولبرینگ دچار مشکل شده و این بولبرینگ ها از سایش و استفاده که همونطور که در اسلاید قبلی گفتم جلوگیری میکنه میپردازیم به انواع بولبرینگ هایی که داریم بولبرینگ که الف بولبرینگ شیار عمیق هستش اینجا میشه شکاف بر کن حفاظدار و نشت بندی شده و بعدی میشه خودمیزان خارجی دو ردیفه بعد اینجا میشه خودمیزان اینجا میشه کفگرد و کفگرد خودمیزان این چند توضیح بدیم که به چه صورت و چه کاربردهایی دارن تا با اونا بهتر بتونیم آشنا باشیم بولبری که تگ ردیفه یا شیار امیر به این صورت هستش که میاد بار شعایی و بخشی از بار محور رو تحمل میکنه و برای قرار دادن ما در شیار باید پوسته داخلی رو به وضعیت خارج از مرکز جابجا جا بکنیم و در قسمت بعدی مثلا به در پوسته داخلی و خارجی امکان استقرار تعداد بیشتری ساشمه رو فراهم میکنه و در نتیجه باعث میشه که تحمل بار رو افزایش بده اما تحمل بار محوری رو این یاتاقان کاهش میده زیرا در حضور بار محوری ساچمه ما به لبه شکاف برخورد میکنن و مثلا یکی دیگر رو اینجا ب... مثال بزنیم مثلا در شکل C که به این صورت هستش بولبرینگ با تماس زاویی ظرفیت بیشتری برای تحمل بار محوری میگیره پس ما با توجه به اون کاربردی که نیاز داریم در دستگاهمون مییم از انواع بولبرینگ استفاده میکنیم در این قسمت میخوایم انواع بولبرینگ های ساچمه و مخروطی رو به طور کامل بررسی بکنیم در قسمت الف یا آ ما یک بولبرینگ ساچمه غلطکی صاف داریم که در مقایسه با بولبرینگ های ساچمه کروی که توی شکل چند اسلاید قبل دیدیم اگر همون اندازه هم داشته باشه باز بار شعایی بیشتر رو تحمل میکنه چرا؟ چون سطح تماس بزرگتری داره اما یه خوبی هم داره ای که باید هندسه ساشمه رو و غلطه رو تقریبا ما بتونیم بدون نقص ایجاد بکنیم و سازنده باعثی تبخور زیادی داشته باشه البته اینکه بلوبرنگ های ساشمه غلطه بار محوری رو نمیگیرن و فقط به عنوان بار شعایی استفاده میشن بلوبرنگ های کف کرد که در شکل بیو ما اون رو داریم هنگای مفیده که بار سنگین و ناهمراستایی در خور اعتناب باشه یعنی که ما یه بار بسیار زیادی داشته باشیم و بتونیم اون توجه بکنیم. و اجزای کروی این مزیت رو داره که با افزایش بار سطح تماس رو افزایش میده و به شکل دال بولبرینگ های ساشم سوزنی میگن که در مواردی به کار میره که فضای شعایی ما که داریم محدود باشه و ظرفیت تحمل بار این بولبرینگ ها در صورت استفاده از جداساز بالا هستش اما بدون جداساز هم ساخته میشه ولی خب اگه ما جداساز رو داشته باشیم ظرفیت تحمل بالا میره که این بولورین ها دو نوع داره یا ساچمه رو داره ما میتونیم بهش استفاده کنیم یا ساچمه نداره و در هر دو حالت در دسترس هستش و در آخر مورد بعدی که داریم یعنی مورد های ای و اف ما بولورین های ساچمه غلطکی مخروطی رو داریم میبینیم که مزایای بولورین های ساچمه کروی و ساچمه غلطکی صاف رو با همدیگه تلفیق میکنه چرا؟ چون میتونه بار شعای یا محوری یا هر ترکیبی از این دوبار رو بگیره خیلی خوبه که ترکیب بارها رو میگیره به علاوه ظرفیت تحمل بار بالایی رو نسبت به بولبرینگ های ساچم قلتکی صاف داره و بولبرینگ های ساچمه قلتکی مخروطی رو طوری طراحی میکنن که همه اجزای اون در سطح قلتک و ساچم روها در نقاط مشترک روی محور بولبرینگ همدیگه رو قطع بکنن پس در واقع ما بهترین حالتی که داریم دوتای آخر هستش یه حالت بولبرینگ های تلفیقی هستش و میتونیم از اون استفاده بکنیم در مورد با عمر بولبرینگ این نکته که ای خیلی مهم هست و بایستی بدونیم اینه که بولبرینگ اگر در فضای خوبی نصب شده باشه به درستی روانکاری شده باشه و گرد و غبار وارد اون نشه میتونه سالم بمونه و تنها علت شکست بولبرینگ خستگی هستش و خستگی به این معنا هستش که ما فلزی که داریم میلیونها مرتبه تحمل موفقیت آمیز تنش رو داشته و دیگه خب از یه جا بعد دیگه نمیتونه اون رو تحمل بکنه حالا معیارهای متداول عمر دو تا معیار ما مهم داریم یک تعداد دور حلقه داخلی پس اول چیزی که داریم تعداد دور حلقه داخلی هستش تا هنگام بروز نخستین نشانه های محسوس هستگی یعنی بحث های ترک و های مختلفی که داره و همچنین عامل دوم تعداد ساعت های کار در سرعت زاویه ای استاندار و باز هم تا هنگام بروز نخستین نشانه های محسوس هستگی پس این دو عامل عامل های اصلی هستن که ما در مورد عمر بولبرینگ به اونها میپردازیم برای تعیین عمر بولبرینگ ها میتونیم از یک رابطه استفاده بکنیم و این رابطه به این صورت هست اف آر در ال آر ان آر در 60 به توان یک اوم مساوی است با اف دی اینجا میشه ال دی در شست به توان یک اوم حالا دونه دونه اینا رو میخواییم بگیرین کدوم هستش اف آر بار نامی هستش که در کاتالوگ داریم ال آر عمر نامی هستش که بر حسب ساعته ان آر دور نامی هستش که ما به صورت دور بر دقیقه داریم نه همه به صورت کاتالوگی هستش حالا این دی اون چیز مطلوب ما هستش یعنی ما نیروی اینجا بار و نیروی شعای مطلوب اون رو داریم اینجا ما عمر مطلوب اون رو داریم بر حسب ساعت و اینجا هم دور مطلوب اون میخواییم که ببینیم چند هستش و آ هم ابتدا برای بولبرینگ های کروی به صورت عدد 3 در نظر میگیریم و برای بولبرینگ های ساشمه قلتکی یعنی به این صورتی ما نوشته بشیم ساچمه قلتکی به صورت ده سوم در نظر میریم در واقع همون استوانه ای و مخروطی پس آ رو میتونیم به این صورت برای انواع ولوگرینگ ها در این رابطه استفاده بکنیم که در نتیجه اگر ما بخوایم اف آر رو اینجا به دست بیاریم که در ولوگرینگ ها با عنوان سی ده یا سی اون رو میشناسن برابر میشه با اف دی در ال دی ان دی در شست بروی ال آر ان آر در شست به توان یک آم پس ما اینجا میتونیم اف آر رو به این صورت بر حسب اون اف مطلوبی که میخواهیم و اون قسمت های مختلفی که داریم به توان یک آم به این راحتی بنویسیم در بحث اعتماد پذیری در مقابل عمر ابتدا به تعریف اعتماد پذیری میپردازیم که در واقع معیاری به اسم توضیح ویبول رو به طور کامل میخواهیم بررسی بکنیم که در اون آر هستش اکسپونشیال منفیه x منهای x صفر به روی تتا منهای x صفر به توان b که به این صورت میتونیم رو در نظر بگیریم که x صفر مقدار تضمینی یا مینیموم x هستش خود x هستش l ال به l ده که در اسلایت قبل در صحبت کردیم و تتا هم پارامتر مشخصه برای یاتاقان قلتشیه که متناظر با مقدار صدک Xه که حدودا ما این رو در نظر میگیریم 63 ممیزه 21 21 و بیم یه پارامتر هستش که برای یتاقانه قلتشی رو تقریبا برابر با 1.5 در نظر میگیریم پس این فرمولی هستش که در اون میتونیم اعتماد پذیری رو به دست بیاریم در ادامه تابع چگالی احتمال ویبول رو میتونیم به این صورت بنویسیم که fx برابر هستش با یک تابع دو ای میشه b بروی تتا منهای x صفر در x منهای x صفر به روی تتا منهای x صفر به توان b منهای یک در اکسپانشیال منفی x منهای x صفر به روی تتا منهای x صفر به توان b خواهد بود این برای x هایی که بین x صفر و صفر خواهد بود و اگر x صفر ما بزرگتر از x باشه مقدار این توضیح احتمال برابر با صفر خواهد بود و همچنین میانگین و انحراف معیار هم میتونیم به این صورت بنویسیم که میانگین برابر خواهد شد با x به اضافه تتا منهای x صفر در تابع گاما این کتابه گاما اینجا بر حسب یک به اضافه یک بیوم خواهد بود و اینجا در ادامه انحراف معیار را هم میتونیم بنویسیم تتا منهای x در رادیکال گاما یک به اضافه ی دو بیوم منهای گاما به توان دو یک به اضافه یک بیوم پس میتونیم به این صورت بنویسیم که گفتیم گاما یک تابع هستش اصلا معروف است تابع گاما و میتونیم از جدول الف سی و چهار کتاب شیگلی ویرایش ده اون رو به دست بیاریم حال میخواییم مثالی رو از این بخشی گفتیم به طور کامل حل بکنیم اگر ما یک بولبرینگی با شیار عمیق صفت و سی داشته باشیم پارادایم بیبول به این صورت باشه که x برابر باشه با صفر مایز صفر دو تتا برابر باشه با چهار مایز چهل و و بی هم باشه یک مایز چهارصد و سه. چیزی که برای ما مطلوبه عمر میانگین عمر میانه عمر صدک دهم و انحراف معیار و ضریب تغییر رو میخواهیم به دست بیاریم ببینیم به چه صورت خواهد بود از معادله که در مورد با بحث میانگین مطرح کردیم و با درونیابی از جدول الف سی و چهار عمر میانگین بدون بود میتونیم به دست بیاریم که مو ایکس برابر است با ایکس سف به اضافه تتا منهای ایکس صفر زب در گامای یک به اضافه یک بیون حالا جایگذاری انجام میدیم اینجا مو ایکس برابر است با ص مایز سف دو به اضافه چهار مایز چهارصد و پنجاه و نو منهای صفر مایز سف دو گاما یک به اضافه یک به روی یک ممیز چهارصد و هشتاد و سه حالا اگر من این رو محاسبه بکنم خواهم داشت دو به اضافه چهار ممیز چهارصد و, سی و در گاما یک ممیز شست و هفت و سی و یک حالا این گاما یک ممیز رو میاد جدول الف سی و, و با در, در به دست میارم و مقدار خیلی راحت به دست میاد که مو x برابر خواهد شد با صفر مایزه صفر تو به اضافه چهار مایزه چهار و در صفر مایزه که از اینجا موی ایکس برابر میشه با چهار صفر سی سه. پس عمر میانگین یاتاقان برابر با چهار مایزه صفر سی سه ال ده خواهد بود پس اینطوری میتونیم به این صورت بنویسیم که ال ده عمر نامی هستش پس ما اینجا تونستیم این رو به دست بیاریم که موه x برابر شدش با 4 مایز 0.33 33 داره عمر نامی که داریم حالا به پارامتر مطلوب دیگه این مثال میپردازیم عمر میانه بدون بود با آر مساوی است با نیم بررسی میکنیم که متناظر با ال 50 ما اسم رو در نظر میگیریم و میتونیم از یه معادله‌ای که از معادلاتی که در های قبلی گفتم به دست بیاریم که ایکس رو به دست بیاریم که ایکس نیم برابر میشه با x صفر به اضافه تتا منهای x صفر در ln یک به روی آر که آرام اینجا نیم هستش به توان یک بیوم حالا فقط کافیه پارامترای که داریم رو جایگذاری بکنیم در اینجا برابر است با صفر ممیز صفر دو به اضافه چهار ممیز چهارصد و پنجاه و نه منهای صفر ممیز صفر دو در ln یک به روی نیم به توان بی رو هم که عددش قبلا گفته بودیم یک ممیزه 483 قرار میدیم حالا میام اینجا این رو محاسبه میکنیم در نتیجه x نیم برابر خواهد شد با 3 ممیزه 487 یا میتونیم در نظر بگیریم که L میشه 3 ممیزه 487 L 10 پس اینجوری ما تونستیم عمر میانه بدون بود رو هم به دست بیرون که 3 ممیزه 487 برابر 11 خواهد بود و همچنین مقدار صدک دهم ده هم اوم رو هم با آر 9 دهم ده بررسی بررسی کنیم. یعنی میشه x یک دهم ده برابر است با 200 به اضافه 4 معیز 459 من های 200 در LN یک بر روی 9 دهم به توان یک بر روی یک معیز 483 که این حدودا برابر با یک خواهد شد. حالا با بیم انحراف معیار عمر بدون بود رو هم به دست بیاریم که میگیم سیگما ایکس برابر است با تتا منهای ایکس صفر در رادیکال, منهای بیام بیام؟ ای منهای در رادیکال گاما یک به اضافه دو بیوم منهای گاما به توان دو یک به اضافه یک بیوم فقط کافی اینجا میام بیام جای بکنم پس سیگما ایکس میشه چهار مایزه چهار و پنجاه و نو منهای دو در رادیکال گاما یک به اضافه دو به روی یک ممیز 483 منهای گاما به توان دو یک به اضافه یک به روی یک ممیز سه که خب اگر من بیام حاصل را به دست بیارم میگیم سیگما ایکس میشه 4 ممیز 439 در رادیکال گاما دو ممیز 349 منهای گاما به توان دو یک ممیز 672 چهار. خب این دوتا رو میام از همون جدولی که گفتم محاسبه میکنی میشه 4 ممیزه 439 در رادیکال 1 ممیزه 20 23 منهای 0 ممیزه 90 40 به توان 2 چون اینجا گام به توان 2 داریم که حاصل این برابر با 2 ممیزه 755 خواهد شد آخرین پارامتری که صورت سال از ما خواسته بود ذریب تغییر عمر بدون بود بودش که سی ایکس برابر است با سیگما ایکس به روی مو ایکس همون ذریب تغییرات هستش از اینجا سی ایکس برابر خواهد شد با دو ممایزه 755 به روی چهار ممایزه صفر سی و سه. که در نتیجه سی ایکس برابر میشه با 683 هزارم و به این صورت تونستیم ضریب تغییر عمر بدون بود رو هم به دست بیاریم در این قسمت میخوای رابطه برای رابطه نامی یا همون سیده بیان کنیم که بسیار دو تا رابطه رو بیان میکنیم که سی برابر خواهد شد با آی اف یک ضریب کاربرد داره مثل مثلا ضریب اطمینان هستش در اف دیزایر یا همون اف طراحی که داریم در یه خط کسری x دی x صفر به اضافه تتا منهای x صفر در ال یک به روی آر دی این ال ان کلا به توان یک بیوم میرسه و اینجا هم این به توان یک آم میرسه که آرو هم قبلا شرح دادم که به چه صورت خواهد بود و این رو بهتر میشه ساده تر هم کرد یعنی سی ده رو بگیریم حدودا برابر میشه با آ f این کسره هستش یعنی x صفر به اضافه تتا من های x صفر سر جاشه دی این رو نمی نویسیم, یعنی نویسیم یک بروی آر دی به روی دی d به توان یک بیوم و اینجا هم صورت رو می x دی و به توان یک آوم میرسه هر یک از این دوتا معادله برای تبدیل یک وضعیت طراحی با بار عمر و اعتماد پذیری مطلوب به بار نامی و همون سی ده مبتنی بر عمر نامی در اعتماد پذیری 90 درصد هستش و ما به این صورت میتونیم رو استفاده کنیم حالا به حل یک مثال از این فرمول میپردازیم در مثالی که میخوایم حل کنیم بار طراحی که بر این بولبرینگ میخواد وارد بکنه برابر با 1840 نیوتن هستش و ضریب کاربرد هم برابر با یک ممیز دو دهم ده خواهد بود. دور شف 400 دور بر دقیقه هستش و عمر بولبرینگ بایسی سی کیلو ساعت باشه و اعتماد پذیری هم برابر با 99 بایسی در نظر بگیریم. حالا اگر ما بخوایم یک با باشیار عمیق استفاده بکنیم و در کاتالوگ عمر نامی برای ما ده به توان 6 دور در نظر گرفته شده باشه میخوایم سی ده رو به دست بیاریم که چقدر خواهد بود همچنین x صفر رو در نظر میگیریم صفر صفر دو تتا منهای x صفر در نظر میگیریم با چهار میز چهار سد و سی و نو و بی هم یک ممایز چهار سد و, هشت و سه خواهد بود خیلی ساده میگیم سوال رو حل میکنیم که به چه صورت خواهد بود ابتدا میایم از اون فرمولی که میبینید ایکس دی رو به دست میاریم میگیم ایکس دی برابر است با 60 تا ال دی ان دی به روی ال 10 خب ال 10 که 10 به توان 6 هستش این 60 تا ال دی رو مورد استفاده سی کیلو ساعت که میشه سی 3 تا 0 میاد جلوش و ان هم 400 دور بر دقیقه هستش از اینجا ایکس دی رو به راحتی میتونه به دست بیاریم که برابر با 720 خواهد شد حالا با استفاده از فرمول ۳دهی که در اسلاید قبلی گفتم میایم به راحتی ۳ده رو به دست میاریم. در نتیجه ۳ده برابر خواهد شد با یک معایزه دو دهم در نیرو مون ی کیلو نیوتون در اون کروشرو که باز میکنیم اینجا خط کسری XD 720 7 ب0 ص م ۲ بهافه چ م چ۳ن در یک منهای اعتماد پذیری هم که گفته نن صدم به توان یک بروی یک مایز چار و به توان یک سوم که در نتیجه خواهیم داشت سی ده برابر با سی و دو هشت همه خواهد بود در واقع ما اینجا اومدیم برای بولبرینگ اون آ رو سه در نظر گرفتیم این از حل این مثال یکی از قسمت های بحث یاتقان قلتشی بارگزاری مرکب شعایی و محوری هستش. برس ما اگر بار شعایی و محوری هر دو وارد بشه یک بار معادلی رو ایجاد میکنه که این بار معادل اف ای -E برابر هستش با x آی در v اف آر به اضافه ایگرگ آی در اف آ حالا بیم تک تک اینا رو معرفی میکنم خب اف آر که بار شعایی هستش و اف آم که بار محوری خواهد بود و ایکس میشه عرض نقطه تقاطع و ایگر میشه شیب این خط به ازای این عبارت یعنی اف به روی اینجا که نوشتم وی اف آر اگر بزرگتر از ای e باشه X اینجا برابر با عرض تقاطع هستش و Y هم برابر با شیب خواهد بود و وی رو هم به عنوان بردار چرخش تعریف میکنیم که هرگاه حلقه داخلی ما به چرخد وی رو در نظر میگیریم برابر با یک و هرگاه حلقه, حلقه خارجی به ما وی رو در نظر میگیریم یک ممایزه دو دهم ده پس این پارامتر وی هستش که میتونیم به این صورت به دستش بیاریم حالا این آی به چه صورت هستش ببینید آی اگر ما یک در نظر بگیریم زمانی هستش که اف آ به روی وی اف آر اینجا کوچکتر مساوی با ای هستش و آی رو ما زمانی دور در نظر میگیریم که این اف آ به روی وی اف آر بزرگتر از ای خواهد شد پس اینجا ما همه پارامترهایی که در این بار معادل اف ای -E هستش رو به طور کامل ذکر کردیم برای بولبرینگ اس کا اف شست و دو با تماس زاوی بار محوری برابر با 1780 نیوتن و بار شعاعی برابر با 2225 نیوتن خواهد بود. حلقه خارجی بولبرینگ ثابته و بار نامی استاتیکی یعنی سی سف هست 19 یا 19800 نیوتون و بار نامی اونم سی ده برابر با 35150 نیوتون هستش آره حالا ما میخوایم ال ده رو محاسبه بکنی که دورمون هم برابر با 720 دور بر دقیقه خواهد بود حالا میبینیم اینجا ببینیم به چه صورت هستش نکته اول اینکه چون حلقه خارجی ما ثابت هستش و به این صورت در نظر میگیریم که وی رو ما در اون رابطه اف معادل یک در نظر میگیریم حالا میایم برای که از جدول یازده یک ویرایش ده شیگلی استفاده بکنیم اف آ بروی سی سف رو به دست میاریم که میشه 1780 به 19800 این برابر با 900, برابر با 900 خواهد شد حالا جدول من یه تیکش اینجا رسم میکنم ببینیم به چه صورت خواهد بود خب این جدول چی میگه میگه که اگه ما یه دونه ای داریم یه دونه اف آ به سی صفر داریم میگه که اگه ای باشه 28 صدم اف آ به سی صفر هست صفر ممیز صف، 84 و اگر ای باشه 3 دهم اف آ به سی صفر برابر با صفر ممیز صفر خواهد شد حالا سی که ما اینجا هستیم این محدوده هستش یعنی ما اینجا اف به سی سفر هست سفر ما از سفر نو پس با دو در اون یابی میتونیم به راحتی این ای رو به دست بیاریم که میشه صفر ما از و هشتاد پس به این صورت میتونیم اون رو داشته باشیم خب پس این از نحوه به دست آوردن ای حالا که ای به دست اومد حالا با بیایم بیام ایگرگ رو بدست دست بیاریم که اول و تعین کنه ایگرگ یک رو به دست بیاریم یا ایگرگ دو گفتم برای که ما بدیم ایگرگ یا ایگرگ دو هستش باید اف آ روی وی آر رو به دست بیاریم که میشه 1780 به روی یک زب داره 2225 این برابر با 8 هم خواهد شد که بزرگتر از ای هستش که هزار ما به دست رویم در اسلاید قبلی پس باید بریم سراغ ایگرگ دو ایگرگ دو هم بازی رو باید از همون جدول یازده یک استفاده کنیم که به این صورت بود اف آ به سی اگر سفر ممایز سفر باشه ایگرگ دو هست یک 55 و اگر اف به سی سف برابر با سف ممایزه یازه سف باشه ایگرگ دو هستش یک ممایزه چهل و پنج. حالا چیزی که ما اینجا داریم برابر خواهد بود با سف ممایزه سف نو که در اینجا ایگرگ دو رو براحتی میتونیم به دست بیاریم که یک ممایزه پونسد و خواهد بود خب پس این از محاسبه ایگرگ دو حالا سراغ محاسبه اف ای و از اونجا سراغ محاسبه ال 10 میریم حالا برای به دست آوردن بار معادل داریم اف ای برابر است با x دو v اف آر به اضافه ایگر دو در اف آ x دو هم مثل ایگر دو میتونیم از جدول به دست بیاریم که دیگه من از گفتن اون صرف نظر میکنم که در اینجا برابر خواهد شد با 50 و 600 هم v هم که یک اف آر هم که هست 2225 ایگر دو هست یک ممایزه 527 اف آر هست 1780 نیوتون که در نتیجه اف ای -E برابر با 3964 کیلو نیوتون خواهد شد حالا با توجه به اینکه ما ال همون ال 10 هستش و اف دی هم میشه اف ای -E. از رابطه ای که قبلا برای ال 10 گفتیم میتونیم حاصل رو به دست بیاریم که ال 10 هستش 60 تا ال آر در ان آر به روی 60 تا ان در سی ده -E به روی اف ای به توان آ که از اینجا داریم ده به توان 6 به روی 60 تا 720 یعنی کل این عبارت شد 10 به 6 حالا 60 تا 720 در اینجا سیده هم که هست 35150 به روی اف ای هم که به دست آوردیم 3964 خواهد شد که این به توان آ هم برابر با 3 در نظر میگیریم که از اینجا برابر میشه با 161395 و و و و ساعت پس ما اینجا اتفاقی که افتاد به این صورت در نظر گرفتیم که 60 تا ال آر ان ار رو کلا 10 به توان 6 در نظر گرفتیم یعنی اونجا که به ما میاد عمره به ما میده که برابر بر بر با 10 به توان 6 در نظر بگیر در واقع کل 60 تا ال آر ان هستش که اینجا میاد بر حسب ساعت و اینا هستش ما جای کل این عبارت رو قرار میدیم میپردازیم به بارگذاری متغیر فرض می‌کنیم که ما چند اف معادل داشته باشیم که در دوره‌های مختلف به یک بولبرینگ وارد بشه اف اکوال همه اون بارگذاری ها رو یک فرمولی به دست بیاریم که این اف اکوال برابر خواهد بود با خط کسری اف اکوال یک اینجا آ در ال یک یعنی همون دوره اولی که داره به اضافه اف اکوال دو ال دو یعنی هر ال کوچیک یا ال بزرگ فرقی نداره ما همه حال با ال بزرگ میذارم که همه نوشتار من یکی بشه به اضافه F اکوال در L 3 پایین بشه L1 به اضافه L2 به اضافه L3 این به توان یک آم برسه این فرم میتونیم به این صورت هم نشون بدیم که بشه سیگما F آی کوچیک در F اکوال آی آ به توان یک آم که اف آی از دور هستش که بولبرین تحت بار اف ای قرار گرفته حالا ما ال آی رو میتونیم به این صورت بنویسیم که بشه ان آی به این صورت هم میتونیم رو بنویسیم که ان آی سرعت چرخشی در بار اف آی در مدت زمان اون تی آی خواهد بود پس من میتونم اف اکوال رو به این صورت هم یادداشت بکنم که اف اکوال برابر رو بشه با خط کسری سیگما ن آی تی آی در ف ای آی آ پایین بشه سیگما ن آی تی آی اینجا این کلا به توان یک آم برسه پس اینو میتونیم به این صورت نمایش بدیم که به چه صورت خواهد بود و اگر ما بار منفردی داشته باشیم یا بارهای منفردی داشته باشیم که در معرض تغییر باشن میتونیم ضریب کاربرد اف هم به این قسمت هایی که نوشتم در واقع ضرب کنیم و در اون اثرش رو ببینیم یعنی در واقع اگه ما اینجا یه اف ای آی آ داریم اینجا یک ضریب کاربرد هم ضرب میشه و بعدا این آ رو درش اثر میدیم پس به این صورت میتونیم اون رو داشته باشیم نوع دوم تغییر بار که میتونیم نام ببریم تغییر دوره‌ای پیوسته هستش که آسیب جزئی دی رو در چرخش دیتتا تا که اونم مثلا جزئی ایجاد میکنه مثل بادامکی که بولبرینگ آن با بادامک زاویه دیت تا میسازه حالا یه ما بخویم در یک دور چرخش کامل آسیب رو به دست بیاریم میشه انتگرال دی دی که میشه از صفر تا فی اف آ دی تتا که میشه اف اکوال آ در فی که فی رو معمولا دو فی در نظر میگیرن چرا که خب یک دور کامل رو داشته باشیم پس اگر ما بخواهیم f اکوال رو به دست بیاریم میشه یک به روی فی انتگرال از صفر تا فی f آ دیت تا اینجا کلا باز هم به توان یک اوم میرسه پس این بار معادل در این حالت رو میتونیم به این صورت نشون بدیم مثالی در این قسمت میخوایم مطرح بکنیم یه پمپی داریم که دورانی نیازمند توان پی مساوی است با پی بار به اضافه ای پریم در سینوس تتا هستش که این پیوار هم توان میانگینه و نیروی وارد بر بربرینگ هم از این رابطه به دست میاد که میشه اف بار به اضافه ای در سینوس تتا ضریب به کارورد ای اف رو میخواییم به دست بیاریم که ببینیم به چه صورت خواهد بود به این صورت در نظر میگیریم که طبق فرمولی که داشتیم اف اکوال برابر از با یک به روی دو پی انتگرال از صفر تا دو پی آ دی تتا این به توان یک آم میرسه در اینجا این میشه یک بروی روی دو پی انتگرال از صفر تا دو پی میشه اینجا f بار به اضافه ای سینوس تتا به توان سه دی تتا اینجا به توان یک سوم میرسونیم حالا این بارتو میگم به توان سه میرسونیم که اینجا برابر خواهد شد با یک بروی روی دو پی انتگرال از صفر تا دو پی اف بار سه تتا به اضافه 3 تا بار به توان دو آ از صفر تا دو پی سینوس تتا دیه تتا به اضافه 3 تا اف بار آ به توان دو از صفر تا دو پی سینوس به توان دو تتا دی تتا به اضافه آسه از صفر تا دو پی سینوس به توان سه تتا دی تتا که این کلا به توان یک سوم میرسه خب حالا با سی انتگرال ها رو حساب بکنیم کرانها رو هم جایگذاری بکنیم اگر این کار رو انجام بدم اف اکوال برابر خواهد شد با یک به روی دو پی اینجا میشه دو تا پی در اف بار به توان سه انتگرال دومی صفر میشه به اضافه سه پی f بار a به توان دو انتگرال چهارمی هم برابر با صفر خواهد شد این کلا به توان یک سوم که این برابر میشه با یه f بار یک به اضافه یه سه دوم a به روی f بار به توان دو کلا به توان یک سوم حالا ما که f کل به دست آوردیم اگر این اف بار رو حذف بکنیم به ما میاد ضریب کاربرد رو میده که اینجا a ف برابر میشه با یک به اضافه سه دوم آ به روی اف به توان دو کلن به توان یک سوم حالا اگه محالت های مختلفی رو بدیم مثلا اینجا من بگم اگر آ به اف من برابر با صفر باشه آ اف من برابر با یک خواهد شد دیگه مثلا آ به روی اف بار من اگر مثلا شیش دهم ده باشه آ اف من برابر با یک مویزه پونزه صدام میشه و آخریش هم امتحان کنم اگه مثلا حالا بیاد آ به اف بار برابر با یک بشه ای یک بشه آ اف من برابر با یک ممیز سی و شیش خواهد شد پس دیگه این طبق اطلاعاتی هستش که اون کارفرما به ما میده میگه آ من چقدر اف بار من چقدر ما از اونجا میتونیم به راحتی این ضریب های کاربرد رو به این صورت پیدا بکنیم در این قسمت میخواییم مثالی رو از انتخاب بولبرینگ های کروی و ساچمه قلتکی ای داشته باشیم. به این شکل که داریم میبینیم یک قلتک فشاری داره نشون میده که چرخ اون به کار میاندازه که با قلتک هرزگرد درگیر هستش. میخوایم قلتک رو طوری ترایه بکنیم که نیروی قائمی که وارد میشه برابر با پنج ممیزه بیس پنج به ازای هر میلیمتر طول قلتک باشه و نیروی کششی که داشته باشه برابر با چهار ممیز دوده هم نیوتون بازم بر روی میلیمتر برای ماده باشه و دور قلتکی که داریم برابر با 300 دور بر دقیقه باشه و عمرمون هم باشه سی کیلو ساعت با استفاده ضریب کاربردی که داریم برابر بر با یک و دهم و جدول دوم از فصل یازدهم کتاب شیلی میخواهیم یک جفت بولبرینگ ساشم سری صرف با تماس زاویهای برای دو نقطه آ و او انتخاب بکنیم و نکته که هستش بولبرینگ ها باید هم اندازه باشن و اعتماد پذیری مرکم باید دست کم 92 صدوم باشه یک مثال طراحی هستش سالسی که خوندیم رو میخوایم روی یک مثال کاملا طراحی شده به کار ببندیم ببینیم به چه صورت خواهد بود برای حل این سوال ابتدا باید نیروها و گشتاورها رو به دست بیاریم با توجه به اینکه طول این قسمت 200 سانتی هستش و نیروهایی که به ما داده بر حسب نیوتن بر میلیمتر هستش با سیب نیروها رو در 200 ضرب بکنیم به این صورتی با توجه به این دیاگرامی که ما داریم پی زد که اینجا نشون داده شده برابر خواهد بود با چهار مایز دو ده که در صورت سوال داده زب داره دیویس که طول اون قسمت خواهد بود این برابر با 840 نیوتون میشه و پی واي هم برابر با 5 ممایز 25 ضرب داره 200 خواهد شد که برابر با 1050 نیوتون خواهد بود و گشتوری هم که اینجا ایجاد میشه این گشتوری برابر با این 840 نیوتونی که اینجا هستش ضرب داره پنجاه خواهد شد در واقع شعاع این قسمتی هست که ما داریم اینجا به این صورت میبینیم که اینجا 100 تا هست شعاع رو میخوایم حالا به دست بیاریم که اگر ما این رو ضرب بکنیم برابر با هزار نیوتن میلیمتر خواهد شد اندازه گشتاور ما حالا اگر ما بیایم برایند گشاور ها رو در راستای x بنویسیم به این صورت داریم که منفی هزار تا اینجا داریم یه 38 f در کسینوس 20 اینجا داریم برابر است با 0 حالا این 38 رو توضیح بدم به چه صورت هستش ببینید ما اینجا یه f داریم خب یه کسینوس 20 درش ضرب میشه که تجزیه بشه در این راستا و چون اینجا قطرمان 76 هستش تقسیم بر دوش میشه 38 دا. که 38 رو میگم ضرب داره این f کسینوس 20 انجام میدیم و این حالت رو به دست میاریم خب اگه از اینجا ما F رو محاسبه کنیم F برابر است با 1176 معایزه دو دهم نیوتون پس اینجا F محاسبه شد در ادامه ما باید بیایم نیروهای عکس رو در نقاط A و در نقطه O محاسبه بکنیم ببینیم کدوم که از اینو بحرانی تره و یاتاقان رو برای اون بیایم لحاظ بکنیم پس بریم سراغ به دست آوردن نیروهای عکس العمل به خاطر این ابتدا میام زیگما M در نقطه او رو در آسای Z میگیرم که میشه 145 پی وای به اضافه 290 آره آ در راسته وای منهای 360 سی اف سینوس 20 این دادم که از روی شکل کاملا واضح هستش این رو با صفر قرار میدم عدد گذاری رو انجام میدم به این صورت خواهد شد که میشه 145 در 1050 به اضافه 290 آر آ وای منهای 360 در 1176 ممایز دو دهم ده در 342 هزارم که این برابر با صفر خواهد شد اگر این رو محاسبه بکنم آر آ در راستای وای برابر با منفی 25 ممایز 6 دهم نیوتون خواهد شد حالا در ادامه میام زیگما ام او رو در راستای وای در نظر میگیرم به این ترتیب می نویسم زیگما ام او در راستای وای برابر است با منفی 145 پی زد منهای 290 آر آ زد منهای 360 اف کسینوس 20 این برابر است با صفر خب اگر من عدد گذاری رو انجام بدم برابر است با منفی 145 در 840 منهای 290 آره زد آ منهای 360 در 1176 مایز 2 در 9400 این برابر است با صفر که در نتیجه آره آ در راستای زد برابر با 1792 نیوتون خواهد شد. حالا که برای اینکه برایند نیروها رو به دست بیارم میشه اینجا رادیکال منفی 1792 به توان دو به اضافه منفی 25 ممیز 6 دام به توان دو کلن رادیکالش که اگر این رو حساب بکنم برابر با 1792 نیوتون خواهد شد پس این میشه نیروی اکسال عمل در نقطه آ حالا میام این روند رو برای نقطه او میرم و میام حالا اکسال عمل ها رو در نقطه او به دست میارم برای نقطه او به این صورت عمل میکنیم که میگیم زیگما f z برابر است با r او در راستای z به اضافه p z به اضافه r a در راستای z به اضافه f کسینوس 20 اگر ما این رو با صفر قرار بدیم و جایی گذاری ها رو انجام بدیم خواهیم داشت r او در راستای z به اضافه 840 منهای 1792 به اضافه 1176 معایز دو دهم ده در 94 که این یکی مساوی با صفر بشه از اینجا به راحتی آره او در راستای زد رو به دست میاریم که میشه منفی 153 ممیز 3 دهم نیوتن حالا میام یک بار دیگه همین روند رو انجام میدم و آره او در راستای وای رو به دست میارم پس در نتیجه میگیم زیگما اف وای برابر است با آر او در راستای وای به اضافه پی وای به اضافه آر آ در راستای وای منهای اف سینوس 20 درجه برابر است با صفر پس این میشه آر او در راستای و به اضافه 1050 منهای 25 ممیز 6 دهم ده هم منهای 1176 ممیز دهم ضرب داره صفر ممیز این برابر است با صفر که از اینجا آر او وای برابر با منفی 622 نیوتون خواهد شد و همچنین آر او برابر خواهد بود با رادیکال اینجا میشه منفی 153 ممیزه 3 دهم ده به توان 2 به اضافه منفی 622 به توان 2 کلا میره زیر رادیکال که اینجا برابر با 640 ممیزه 6 دهم ده نیوتون خواهد بود با توجه به نیروی عکس عملی که در آب و او به دست آوردیم چون واکنش در آ بیشتر هستش پس تعیین کننده ما آ خواهد بود در ادامه به ما اعتماد پذیری و داده 92 صدم که ما برای اعتماد پذیری هدفمون میام یه رادیکال میگیریم که رادیکال 92 صدم برابر با 96 صدم خواهد شد اف برابر خواهد شد با اون ضریب آ که به ما داده 1 و داره نیرویی که در واکنش آ وجود داره یعنی 1792 که این برابر با 2150 مایزه 4 دهم خواهد شد حالا باید بیام برم x دی رو به دست بیارم و از اونجا 13 رو به دست بیارم و مراجعه کنم به کاتالوگ و بولبرینگم رو انتخاب بکنم x دی طبق فرمول برابر خواهد بود با 60 ال دی ان دی به روی ال ده که از اینجا برابر خواهد شد با 60 اینجا دور مطلوب اونو گفتیم ما اینجا میشه سی هزار زب داره دور بر دقیقه اونم که هست 300 تا تقسیم بر ال ده هم که ده به توان شیش خواهد شد که از اینجا ایکس دی رو برابر با پونسد میتونیم به دست بیاریم و مرحله آخر به دست آوردن c ده خواهد بود طبق فرمول سی ده برابر است با آ اف در F دیزایل که داریم که ما اینو حسابش کردیم A میاد زب داره X دی میشه به روی X سف به اضافه تتا منهای X سف در LN یک به روی R اینجا به توان یک بیوم میرسه و کلا هم این به توان یک آوم خواهد رسید حالا با توجه به اطلاعاتی که داریم میایم جایگذاری میکنیم که سی برابر است با این آف در اف دی رو که حساب کردیم در اسلاید های قبلی شده بود دو هزار و x دی که محاسبه کردیم شد 540 x صفر رو میذاریم 200 به اضافه تتا منها x صفر رو میذاریم 4 ممایز 439 با توجه به جداولی که داریم در ln 1 به روی 600 که به دستش آوردیم الان این عبارت رو میهیم حالا به توان 1 به روی 1 ممایز 483 میرسونیم که کلن هم به توان یک سوم خواهد رسید که حاصل این برابر با 21 ممیز 59 صدام کیلو نیوتن خواهد شد خب پس این میشه 30 که حالا با توجه به کاتولی که داریم ما میتونیم بول 0,2,0,35 5 رو به عنوان بولبرینگی که ما اینجا برای مطلوب هستش میتونیم انتخاب بکنیم و از اون استفاده بکنیم